سلام به همه شما همراهان عزیز چنل یوتیوب ترفند. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. بازم اومدیم با سانسورای جنجالی، اما امروز سانسورای سریال های ایمان و سایم دانگ رو مد نظر گرفتیم. مثل همیشه قرار باز هم ذهنیت هاتون رو تغییر بدیم، پس خیلی سریع بریم سراغ موارد سانسور شده این دوتا سریال. قبل از هر چیز فراموش نکنید چنل یوتیوب ترفن رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله اون رو فعال کنید. شماره 1. همونطور که توی یکی از ویدیوهای چنلمون به این موضوع اشاره کرده بودیم، قسمت‌های اول سریال ایمان کلن سانسور شده و اگه از تلویزیون این سریال جذاب دیده باشید خیلی چیزها رو نمیدونید. لازم دونستیم کامل این موضوع رو شفاف سازی کنیم. چویانگ تو سرزمین مخفی که در اصل همون دوره گوریو هستش، عاشق سرسخت یه دختری بوده از گارد محافظتی. چویانگ و اون دختر به حدی عاشق هم بودن که کسی جرأت نمی‌کرد به اون دختر نزدیک بشه. اون چیزی که شما احتمالاً نمی‌دونید بحث حواشی امپراتور قبلی هست که کلاً سانسور شده، یعنی سیومین امپراتور گوریو. اون شخصیتی بود که به شدت هوس باز بود و تو ویدیوهای قبلی اشاره کردیم که لینکش تو بالای صفحه موجوده. یه روز گارد محافظتی قصر توی مراسم رسمی به دعوت امپراتور وارد قصر میشن. همونطور که دارید میبینید چویانگ و اون دختر خیلی به هم علاقه داشتن. تو ویدیوی قبلی اینجا رو نشونتون دادیم و گفتیم وقتی اونها وارد قصر میشن تازه میفهمن امپراتور بسیار بسیار هوسباز بوده و جلوی همه مقامات از اون دختر محافظی که چویانگ عاشقش بوده درخواست عجیبی میکنه و ازش میخواد تا لباسهاش رو جلوی همه مقامات در بیاره و برهنه بشه. اون دختر به ناچار تا جای این کار رو انجام میده، اما چون دوستای چویانگ تو گارد محافظتی میدونستن چویانگ و این دختر عاشق همن، یکی از همین افراد گارد فداکاری میکنه و خودش رو در برابر شمشیر امپراتور قرار میده و در نهایت کشته میشه. حالا بعدش مهمه که خیلیاتون بعدش رو نمیدونید چی میشه. بعد این اتفاق اون دختر به شدت عذاب وجدان میگیره و خودش رو مقصر مرگ اون محافظ میدونست. برای همین یه روز بدون اینکه به چویانگ بگه اقدام به خودکشی میکنه و تصمیم میگیره دقیقاً از همون دره‌ای که یک روزی کنارش عاشق چویانگ شده بود خودش رو پرت کنه و به زندگیش پایان بده. هرچند چویانگ این موضوع رو متوجه میشه، اما هرچی میگرده اون دختر مورد علاقهش رو پیدا نمیکنه. فکر کنم حالا بهتر متوجه کاراکتر غمگین چویانگ مخصوصا اون قسمت‌های اول سریال تو پخش رسمی صدا سیما شدی. چویانگ قبل این داستان کجا و چویانگ بعد این ماجرا کجا؟ کلاً از بعد این موضوع یه حالت دپرسی داره شخصیت چویانگ و زمین تا آسمون با چویانگ قسمت‌های اول سریال فرق می‌کنه. اونایی که قسمت‌های اول بدون سانسورش رو دیده باشن می‌فهمن من چی میگم. شماره دو مربوط به سریال سایم دانگ هستش. سریالی که خدا رو شکر با استقبال شما مردم عزیز روبرو شد. اونقدر سریال های جذابی هستن هنوز، امیدوارم تلویزیون پخششون کنه تا تو این شرایط حداقل سرگرمی های شما مردم بیشتر شه. تو سریال سایم دانگ یه خانومی بود به نام چوی یوم دانگ که دشمنی زیادی با سایم دانگ داشت. اتفاقا نقشش رو همون استاد هیاپ سرزمین باتا بازی میکرد. اگه این سریال رو دیده باشی توی قسمت از سریال بعد اینکه چوی یوم دانگ تو نقشه‌ای که ریخته بود شکست میخوره، شخصی که به نام همسرش همه اونو میشناختیم بهش یه حرف عجیبی میزنه و میگه تو از این به بعد برده منی جای همسرم. اما اصلا موضوع چیه؟ خیلی ها پرسیدن مگه میشه زن آدم بشه بردش؟ ببینید داستان اصلی اینه که اصلا چوی یوم دانگ از اولم برده اون خانواده بوده، جایی که اون دختر یه مشروب فروش بوده. وقتی مین چی هیونگ هر بار سعی میکرد تا صاحب فرزند بشه و فرزندش مرده به دنیا میومد، چوی یوم دانگ تو دوره جوانی و که دارید ویدیوشو میبینید وقتی که شب از نیمه گذشته بود تنهایی وارد اتاق اربابش میشه و با پررویی تمام میاد بهش یه سربند قرمز رنگ میده و میگه حاضره باهاش رابطه برقرار کنه تا از اون صاحب فرزند بشه. اربابش یه همون مین چی یونگ بهش میگه تو یه برده یو در سطح من نیستی، اما یوم دانگ اصرار میکنه و بعد شروع به درآوردن لباسش میکنه تا بتونه هر جور شده خودش رو به این خانه واده وصلت بده. کلن شخصیت منفوری داشته، یعنی تو سریالا من از این شخصیت پلیدتر ندیدم.
اینا رو گفتم آخه خیلی ها میپرسیدن چرا این زن اون همه تحقیر رو تحمل میکنه و همسرش رو ترک نمیکنه، یا حتی وقتی رفت زندان همه دارایی همسرش رو بخواد بفروشه تا اون رو دوباره آزاد کنه. دلیلش در اصل همین بوده، این زن از اولش هم کنیز یا برده این خاندان بوده. شماره 3، بیایید بازم بریم سراغ سریال ایمان. چیزی که من هیچ وقت متوجهش نمی شدم این بود که چرا غالباً قدرت‌های کیجا چئول یا حتی هوا سوئین رو سانسور می کردن. همونطور که بعضی از صحنه‌ها نشون میداد و متوجه شدید، این دو نفر قدرت‌های ماورایی داشتن و میتونستن نیروهایی رو دو دستاشون جمع‌آوری کنن. اما اتفاق عجیب اینه بعضی بخش‌ها سانسور نمی‌شد و بعضی وقتا هم غالباً قدرت کیجا چئول رو سانسور می‌کردن. حالا باز بگیم هواسوئین لباسش مناسب نبوده، اما کیجا چئول رو نمیدونم و نمیفهمم چرا قدرتش رو سانسور میکرده. یکی این مورد برام خیلی گند بود و یکی هم بحث توجه زیاد ملکه به چویونگ. کلا ملکه از جنگجوها خوشش میاد و توجه خاصی رو چویونگ داشت. من نظرات این فیلم رو میخوندم، خیلی از مخاطبان خارجی زبان حتی میگفتن ملکه به چویونگ علاقه‌منده. اگه چند تا از سکانس‌های سانسور شده این صحنه‌ها رو ببینید فکر کنم شما هم متوجه این موضوعات بشید. به نظر شما ملکه به چویونگ علاقه‌مند بوده یا اینکه حسش از روی ترحم و وفاداری چویونگ بوده؟ نظرتون رو حتما برام کامنت کنید. شماره 4، باز میریم سراغ سریال سایم دانگ. همونطور که حتما تو سریال دیدید همسر سایم دانگ لی وونسو یه آدم دخترباز و حاشیه دار بوده. البته اگه بخوام راستش رو بگم یه زن عمدن وارد زندگی سایم دانگ و همسرش میشه و سعی میکنه رابطهشون رو خراب کنه، همونطور که تو تلویزیون هم نشونش میده. از اونجایی که همسر سایم دانگ یه آدم متاسفانه ساده و راحت بخوام بگم احمق بوده، خیلی زود گول این زنه رو میخوره. این زن هم همش میخواسته رابطه سایم دانگ با همسرش خراب شه و همسرش سایم دانگ رو از خونهش بندازه بیرون. البته تا حدودی موفقم میشه و همسر سایم دانگ شدیداً عاشق اون زن میشه و حتی دقیقاً روزی که سایم دانگ بعد چند وقت دوری به خونه برمیگرده با همچین صحنه تلخی مواجه میشه. حقیقتاً خیلی دلم برای سایم دانگ میسوخت. از طرفی یه زن فوق‌العاده وفادار و نجیب بود، از طرفی هم لیگ اوم عاشق سرسختمون بود، اما سایم دانگ به خاطر تعهدی که به اون همسر احمقش لی وونسو داشت نمیتونست با لیگ اوم راحت باشه، در حالی که خود لی وونسو تو فاز خیانت بود و هی سر و گوشش میجنبید. حیف سایم دانگ، واقعا حیف. البته این سکانس آخر رو وقتی دیدم خیلی دلم خونک شد، قشنگ لی وونسو فهمید چه حسی داره. شماره 5، باز بریم سراغ سریال ایمان. فکر کنم کلن یه جا دختر خانوما همگی با هم با سانسور موافق باشن همین قسمته، جایی که توش سوسک داشت. فکر کنم علاقه ای هم نداری توضیح بدم در مورد این دیگه. این داروی هم که داره با آب سوسک درست میشه دیگه ما چیزی نگیم دیگه. خب همراهان عزیز چنل یوتیوب ترفن، اینم از سانسورای سریال ایمان و سایم دانگ. امیدوارم تا الان راضی بوده باشید. فراموش نکنید چنل یوتیوب ترفن رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله اون رو فعال کنید. تا ویدیوهای بعدی امیدوارم همیشه شاد و موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.